خب ما جلسات قبل مباحثی از بحث مختصات و بردار رو اینجا گفتیم و شما قیل از زیبی که من برم این تحقیب بکن رو درست بکنم که یه اقدار خیراغ تره به بشون که استفاده کنیم بعد این رو نمیشه استفاده که من درست بکنم درستمون درباره ادامه فصل هشتم مبحث بردار و مختصات است که ما بردار را به شکل مفصل و کامل گفتیم و تعریف کردیم و فعالیت ها و کار در کلاس هاش را هم بررسی کردیم و اما مختصات چون مبحث مهمی هست یک بار دیگه من این مطلب رو علاوه می که مختصات رو گفتم یادآوری می کنم که دیگه برحال کسی بهانه‌ای نداشته باشه و در واقع این مطلب مهم رو یاد بگیره برای سالهای آینده کلاس هشتم، نهم، دهم و بعد تماما ما با مبحث مختصات کار داریم و کار هم زیاد داریم. شما اگر چنانچه خدایی ناکرده مفاهیم و مباحث مختصات را خوب یاد نگیرید سالهای بعد قطعا با مشکل روبرو میشید. خب مختصات جلسات قبل براتون تعریف کردیم و گفتیم که مختصات یعنی آدرس دادن در قالب عدد. بله، آدرس دادن در قالب عدد. حالا چرا در قالب عدد؟ به خاطر اینکه در بعضی از مکانها و جاها ما مشخصه‌ای برای دادن یا گرفتن آدرس نداریم. مثلا اگر ما در دریا باشیم یا مثلا در فرق بیاران کبیری قرار بگیریم یا مثلا در یه جاهایی مثل هوا قرار بگیریم،
خب مثلا یه هواپیما در آسمون وقتی میخواد آدرس بده باید بگی من کجا هستم؟ کجایی مثلا فرض کنیم که آسمون هستم؟ خب اینجاست که ما برای همچین کاری نمیتونیم، در واقع خیابان یا کوچه ای وجود ندارد که آدرس اعلام بکنیم. به همین دلیل اومدن به صورت عدد بیان میکنن. مثلا در رابطه با زلزله امروز من نمارش میگردم اگه بتونم پیدا بکنم که در اطراف جنابه واقعاً اتفاق افتاده، اومدن آدرس محلی که در واقع مرکز زلزله بوده را اعلام کردن. حالا اجازه بدید یه لحظه من پیداش بکنم. بعد من پیداش کردم. الان شما اگر به مانیتور نگاه بکنید الان صفحه من به گوشی من دقیقا نشون میده. مثلا نوشته که محل وقوع زلزله، اینجا یه عدد داره بوده چون طول جغرافیایی 50.72. نمیدونم پیدا هست یا نه، که فکر میکنم که نتونید شما اینو بخونید چون که در این صفحه هست که پیدا نیست. بله 50.72 و عرض جغرافیایی 29.76. یعنی این دعایی که در واقع اعلام کردن، من یادداشت بکنم این تحت تو در واقع آدرس محل زلزله رو گفته 50.72 و 29.76. این عددهایی که شما الان اینجا مشاهده میکنید در حقیقت آدرس مکانی است که مرکز زلزله بوده. یعنی شما این مکان 59 و 29 در واقع اعداد جنابه را شده. الان تو براسه نگه بیاید فکر میکنم این 50 چه 51، ولی 29 هم 29. یعنی موقعیت عرضی براسه جنابه یکیه، اما طول جغرافیاییشون متفاوته که اینجا 50.72 تو بارازون میکنن 51 بخورده میشه احتمالا. حالا من فکر میکردم که حتی جنابه 51 باشه، ولی خب چون عدد 50.72 به 51 نزدیکه شاید محسبا هم قبلا درست بوده باشه. یعنی استاد مشهد من قبلا گفتم موقعیتش 51 و 29، که 50.72 میشه طول جغرافیایی، 29 میشه عرض جغرافیایی. و این دو عدد وقتی که اعلام میکنن، اگر یک نفر مثلا در فرض که اروپا هم باشه با داشتن این اعداد میتونه متوجه بشه که زلزله محلش کجای کره زمین بوده و در واقع حتی میتونه بگه کدام مثلا شهر بوده. خب وقتی مثلا ایشون موقعیت 50.22 روی 50.72 و 29.76 روی نقشه جغرافیایی بررسی بکنه، متوجه میشه که این محل در واقع در ایران است و در نزدیکای شهر جنابه. خب این در واقع آدرسی است در قالب عدد. پس بنابراین آدرس مکان زلزله امروز مکان 50.72 و 29.76 بوده. خب حالا این در واقع میشه آدرسی در قالب عدد برایی. اما مدرس مختصات کتاب ما به این شکل است که ما میاییم دو تا خط عمود بر هم بحث میکنیم، یه خط عمودی با عنوان محور عرض، یه خط افقی با عنوان محور طول. بعد یکی طول جغرافیا، دیگری عرض جغرافیایی. بعد اینا را باهم بندی میکنن. ما را باهم بندی گاهی وقتا به صورت شرط‌بندی است و گاهی وقتا به صورت عددگذاری، که من الان اینا را میخوام عددگذاری بکنم. معیار عرض را هم به این ترتیب بعد این شکل را محل به برخورد دو محور به اینجا میگیم مبدا مختصات. بعد مبدا مختصات محل برخورد دو محور است، این نقطه را میگیم مبدا مختصات که اینجا مبدا است، یعنی شروع برای معیار طول‌ها و عرض‌ها.
که اگه من این شروع را بگیرم سر این میشه یک مثبت، دوی مثبت، سه مثبت، چهار مثبت، پنج مثبت، بالا آخر. این برای یک منفی، دوی منفی، سه منفی، چهار منفی، بالا آخر. برای نبت اعظم مبدنی بالا یک مثبت، دوی مثبت، سه مثبت، چهار مثبت، پایین آن یک منفی، دوی منفی، سه منفی، چهار منفی، تالا آخر. حالا اگه ما آدرس یه نقطه را ببریم که این سطحه، مثلا فرض کن که یه نقطه برای من قرار بدن اینجا، به من میگن آدرس این نقطه چیه. برای یافتن آدرس این نقطه ما اگه سطح شرط‌بندی نباشه، از آن نقطه به سمت مهره توله ها حرکت میکنیم به شکل عمودی میگه، یعنی بیه که باید خط مهره توله ها داری مرحله بسازه. خب من اینجا نگاه هم نمی کنم که به کجا هم بخواد بخوره، لازم هم نیست که حتما به پنج بخوره، اگه به روزن بخوره اشکال نداره. از این من میگم پایین دقیقا به از این پنج کن و از این به سمت مهره ارزها میارم، این بار نه به دو خود نه به یک. حالا اگه من مختصر اون نقطه میخوام یک کروشوها میبینیم و نگیم طولان روی مهره طولها میشوریم یک دو سه چهار پنج و برای ارز آن اینو یکی اینو دوه. اگه من این بسط میگیرم یک کنی بالاتره. حالا دیگه اینجا زیاد نیاز نداره که تو بگی یک و شیش دهم و یکی بگی یک و هفت دهم، تقریبیه. حالا چه یک و شیش دهم، چه یک و هفت دهم، چه یک و هفت دهم، همه اینا قابل قبول هستن. به این ترتیب من اینجا فقط یک و هفت دهم را انتخاب کردم و آدرس این نقطه میشه پنج یک و هفت دهم. این طریقه آدرس دهی و پیدا کردن آدرس یک نقطه که ما جلسات قبل در این باره با هم صحبت کردیم به شما هم برای ما انجام دادیم. خب حالا اگر یه نقطه دیگه مثلا در اینجا قرار میگیره و مختصر این نقطه را از ما طلب بکنن، بگیم که روشه باز رو بسته دوباره از این من به سمت مهره تون را میرم، این بار منفی دو خود بارا میبرم منفی دو، به سمت مهره ارزها میرم، این بار خود منفی سه این میبرم منفی سه. پس آدرس این نقطه می شود منفی دو به منفی سه. این طریقه آدرس یافتن در سطح است. حالا برعکسش اگر یه نقطه به من بدن به مختصات به نام مثلا آ به مختصات منفی سه به نسبت دو، گفتن جای نقطه آ را تو سطح پیدا بکن. برای پیدا کردن جای نقطه میگیم چون طول آن منفیه رو مبدا وایسیم، منفیه به سمت چپ میگیم، سه منفی یک دو سه منفی، اینجا هیچ قصه طرف به جای میذاریم، نگاه به عرض میکنیم چون عرض مثبته از اون نقطه باید بریم بالا. حالا با خاطر که بریم بالا اینجا من به زاویه 90 درجه خطی میزنم، هرچی قدر بگیم اشکالی نداره، هرچی خطی بگیم خطی از جای نقطه نیست. حالا این ارز آن دویه، یعنی رو مهره ارز آن بگیم اینجا یه، اینجا دو بوده، از دو بسند خرچین ها رفت میکنیم، هر جا خرچین ها هم برخورد کردن آن نقطه ها میداریم نقطه ها. این طرق نشون دادن یه نقطه تو صفحه های شطرنجی یا صفحه های معمولی هسته. یا مثلا اگر نقطه نقطه بی طول آن مثلا نصف سه ارز آن سه، خب جای نقطه بی رو پیدا بکن. خب بعد طول آن سه از مبدا حرکت میکنیم، اگه طول مثبت باشه به سمت راست میریم، اگه منفی باشه به سمت چپ. اولی منفی رو من به سمت چپ میدم، حالا مثبت به سمت راست میرم، یک دو سه. خب هیچ اثری از خود جا نمیذاریم، نگاه عرض میکنیم، اگه عرض مثبته باید بریم بالا، اگه منفیه بریم پایین. الان ارزان نه مثبت نه منفیه، یعنی نه بالا رو نه پایین رو، پس بنابراین نقطه روی محور قرار میگیره و این نقطه را مینامیم بی. این طرز پیدا کردن و نشون دادن جای نقطه به طور کلی، اگر نقطه دارای طول به عرض این صفر باشه، یعنی یا صفر نباشه یا صفر نباشه، نقطه روی محور قرار نمیگیره. اگر نقطه طول
طولان سر بود و از آن یه عدد روی عرض هاست. مثلا الان یه نقطه به من میدن به من نقطه سی میگن طولان سر عرض هم نصف سر است. این نقطه چون طول سره پس این نقطه روی ملع عرض ها قرار میگیره، ملع عرض ها میگیره. حالا این مثبت بالای مدر اگه منفی پایین مدر، چون مثبت یه دو ستا بالای مدر این نقطه را می نامیم نقطه سی. بعد اگه نقطه طول آن سر بود حتما روی ملع عرض ها قرار میگیره و اگر عرض آن سر بود روی ملع طول ها قرار میگیره. اینا نکاتی است که شما باید بدانید. خب اینا را جلسه قبل هم گفته بودم و اما یه مطالبی دیگر هم مربوط به این درست که الان هم بگم. بله شما اگه صفحه مختصر را رسم بکنید، محورهای مختصر را رسم بکنید، توسط این محورها صفحه به چهار قسمت تقسیم میشه، به چهار قسمت تقسیم میشه که این قسمت که شمال غرب هستش میگن ناحیه اول. حالا برخلاف اقتضای ساعت حرکت بکنیم اگر حرکتی برای توی ناحیه این میشه ناحیه دوم و دوباره حرکت بکنیم در این میشه ناحیه سوم و اگر حرکت بکنیم توی این میشه ناحیه چهارم. پس ما چهار ناحیه داریم و اینا صاحب هستن که این هیچ کتابی تعبیر نمی کنه. ناحیه اول شمال غرب، ناحیه دوم شمال شرق، ناحیه سوم جنوب شرق است و ناحیه چهارم جنوب غرب. اینا طرز ناحیه بندی است که شما اینا را بشناسید. اما محورها این قسمت ها محور یعنی از مقدر به بالا نزد ناحیه اول نزد ناحیه دوم بلکه مرز ناحیه اول دوم این میشه مرز ناحیه اول دوم. خب این قسمت میشه مرز ناحیه دوم و چهارم دوم سوم و این یکی میشه مرز ناحیه سوم و چهارم و این یکی میشه مرز ناحیه اول و سوم. خب اگر نقطه ای در ناحیه اول قرار میگیره یعنی نه مرز نباشه این فضا باشه آن نقطه من اگر به صورت یک کروش نشون بدم همواره طولش مثبته عرض هم مثبته. در ناحیه دوم اگر این نقطه قرار بگیره طول آن منفی به این عرض آن مثبته. در ناحیه سوم طول منفی عرض هم منفی. در ناحیه چهارم طول مثبت عرض منفی. اینا رو باید شما بدونید الزامیه. خب مرز ناحیه اول و سوم عرض مثبت داره طول صفر یعنی اگر نقطه روی محور روی مرز ناحیه اول و سوم اول و دوم قرار گیره همواره طول آن صفر عرض آن مثبته. اگر روی مرز ناحیه دوم و سوم قرار بگیره آن نقطه طول آن منفی عرض آن صفر است. اگر روی این باشه روی مرز ناحیه سوم و چهارم طول صفر عرض آن منفی نکن اون عرض نسبت نیشون منفی اگر طولاشون یکی و روی مرز ناحیه دوم و چهارم طول آن مثبت عرض آن صفر. شما این رو بکنید کلمی هم دیگه است. اینا رو شما باید الزاما بدانید چون یه سوالاتی مطرح میشه
که به کمک این توضیحات قابل حل است. بعد ما الان یه سوالات مطرح می‌کنیم که به کمک اینها شما بتونید پاسخ بدید. خب مثلا برای نمونه تمام یه دیگه دارتون بگم اینجا مثلا به من میگن نقطه اینجوری به قرد باید سوال مهمه یه نقطه آ مساوی با طولش سه آر به علاوه یک از آن دار منای چهار به من میگن نقطه ها روی مرز ناحیه روی مرز ناحیه اول و دوم اول و دوم قرار دارد مقدار A و مختصات A را بدست آورید بله دیگه نقطه A روی مرز ناحیه اول دوم قرار داره بعد میگه که مقدار این کوچک به مختصات این بزرگ را بدست بیاریم خب وقتی که نقطه روی مرز ناحیه اول به دوم قرار گرفته اینجا من توضیح دادم براتون این مرز ناحیه اول به دوم این طول آن همواره صفر از آن میشود یه عدد مستقر خب وقتی که طول آن صفر باید سعال به علاوه یک برابر صفرش دیگه تا طولش میشه صفر نه مگر این مرز ناحیه اول به دوم طول صفر پس طول این نقطه را برابر صفر قرار بده خود باید قرار بدی و تو اگه قرار بدی اینطوری میشه میشه سعال به علاوه یک مساوی با صفر حالا این معادله را حل میکنیم بدیم سعال یه که میره و باید میشه منفی یک حالا آره را دست میاریم آره برابر آخر کسی منفی یک تقسیم برسه میشه منفی یک سوم این مقدار A خواهر مقدار A به دست آوردیم نوبت به دست آوردن مختصات نقطه A خب وقتی من مختصات نقطه A را میخوام باید بریم به جای A این منفی یک سوم قرار بدیم خب حالا این A ما برابر میشه بعد با کلو شما سه ضرب در اندازه آب اندازه بر شده چی؟ منفی یک سوم برنامه یک پایین شده میشه دو ضرب در منفی یک سوم برنامه چهار یعنی به جای ای عدد میذاریم خب حالا اگه من عدد بذارم منفی سه ضرب در یک سوم بکنم میشه منفی سه سوم منفی سه سوم میشه منفی یک منفی یک با مساوی یک میشه صفر خب اول معلوم بود که باید طول صفر باشه چون اون مرز ناحیه اول به دوم طول صفره اما از آن منفی دو ضرب در یک سوم میشه منفی دو سوم حالا برابر چهار میکنیم خب حالا یه مقدار مشترک میگیریم اینجا میشود منفی دو برابر دوازده که جواب میشه منفی ده مساوی ده سوم پس ما زد ده سوم هم عرض نقطه A در این رفعی ما به قولت اون توضیح ها تونستیم مختصات نقطه A رو پیدا کنیم خب یا مثلا یه سوال دیگه میگه که نقطه B مساوی ها دو ایکس برنامه یک و ارزان مثلا ایکس معیار دو نقطه این روی محور طول هاست روی محور طول هاست مختصات بی به دست آورید خب وقتی که نقطه بی روی محور طول هاست یعنی چی؟ اگر نقطه روی محور طول ها قرار بگیری محور طول هاست دیگه عرضش میشه سه پس بنابراین ما اینجا
خود مبارک عرضی کلیسم آیدوه را برابر بستر قرار بدیم و این سما برابرش بارد وقتی ایکس درمت دو برابر به جایی دو میده تا مختصر دی به دست میاد بعد به جایی دو دو دوی زرگ در دو برابر یه پایین از دوی منای دو که اینجا پایین دوی منای دو سه بالا هم دوی زرگ در دو چهار سای به جایی چکن پس مختصر مقدیدیش پنج و سه تو وقت روی مهره طولها قرار میگه چون طولش پنج ارزش سه خب اینها کارکنده های از این جریان در عرض مختصات هست و اما بعد از این کارکنده ها یه مطلب دیگه از عرض مختصات مونده که من این رو اشاره کنم تا این درستی کنم تموم میشه این روز در واقعی بردار انتقاله خب جلسه قبل من در واقعی بردار انتقال صحبتهایی کردم براتون گفتیم که اگه ما میرانها های سطحی شهروندی درست کنیم خب سطحی شهروندی اینکه میران مختصات خیلی الزامی نیست اگر در این سطح ما از یه نقطه به نقطه دیگه حرکت بکنیم با اون یکی میگن بردار انتقال اینو من جلسه قبل حضوری در اینجا در اسکایپ بود من توضیح دارم براتون مجددا دوباره توضیح میدم اگر ما این صفحه از یه نقطه به نقطه دیگه حرکت بکنیم مثلا شما تصور کنید که یه نقطه اینجا دارید به نام نقطه آ از یه نقطه ما حرکت آغاز میکنیم یا تا اینجا به این جا نشانی میگیم یه بردار انتقال و این بردار انتقال میشیدم ما نقطه آ به نقطه بی جا جا کردیم بردار انتقال خب این بردار هم دارای مختصات که مختصات این بردار هم میخوام الان براتون بحث کنم خب برای مختصات بردار میگیم بردار ما در صفحه به صورت در واقع نامنظم حرکت کرده حرکت نامنظم به حرکتی میگیم که روی خط ها نباشه بله اگر من بخواهم از روی خط ها حرکت بکنم یعنی من میدیم که خب چرا ما بایستی نامنظم حرکت کنیم میدیم خب از اینجا ما میدونیم منظم هم ببینیم برای آمریکا از نقطه آ حرکت میکنیم تا به اینجا این مقدار عمومی میشه طول بردار انتقال و حالا از اینجا مستقیما میریم به نقطه بی این حرکت رو بگیم حرکت منظم پس حرکت منظم به حرکتی بگیم که روی خطوط شطرنجی باشه این رو شطرنجی نیست بعد اون مقدار عمودی حرکت میکنیم میگیم طول انتقال اون مقدار عمودی حرکت میکنیم میشه عرض انتقال به ما برای کار بگیم بردار آبه از مختصاتی های که رو شما می کنیم بردار که رو شما طول انتقال تا این عرض انتقال خب مقال طول انتقال مقال بردار سده این یکی این دوتا این ستا این چهار پس می داریم مستده چهار یعنی اگه ما از دقیقی شروع به سمت راست رو کنیم مستد به سمت چند رو کنیم میشه منفی به بعد و عرضش از نقطه که ما این شروع کردیم یکی دوتا ستا به پایی میشه منفی سه پس مصفت چهار منفی سه میشه آرس مختصات این انتقاله و قرار بردار انتقال اگر ما بخواهیم مختصات پیدا کنیم حتما حتما باید از نقطه شروعش آغاز کنیم شروع بردار از اینجاست اول افقی بعد عمودی برای درسته این آقا از اینا اول عمودی بیهیم اینجا بعد دوباره من میگم نه چرا نه؟ چون شما اگر از اینجا اومدی پایین میگی یکی دو تا سه تا اومدی پایین فوری سه را این بالا میگیسی به این بالا باعث خراب شده کار میشه پس بنابراین ما اون توصیه میکنیم که برای اینکه اشتباه نکنیم در صفحه مختصات حرکت اول همیشه افقی باشه بعدا عمودی اول افقی بعدا عمودی
خواهی دیگر آن بازار اتقال دیگر چی نام کنه؟ تا مثلا برای نمونه میان یه شکلی را اینجا به ما میدن مثلا فرض کن این شکل را به ما دارن الان اینجوری میگن این شکل را حالا برای بازار اتقال بده. خب این بازار اتقال خودم اجزاش بده نمیتونم اتقال شده مثلا من جایی میکشمش مثلا میاد شکلی را واسه معرفت میکنه اینجا بیزوره میگی این شکل را با این بازار اتقال بده. خب بازار اتقال برام بود چهار تا برو براست تا برو بایی پس من هر نقطه این یه دوست هر کدوم چهار تا میدارم براست تا میدارم پایین اول این نقطه پایی رو من شروع کنم یک از این دارم یک خونه دو خونه سه خونه چهار خونه براست یک دو سه تا برایم یا اینجا حالا نقطه مرحبی یکی رو من شروع کنم دوباره یک دو سه چهار خونه براست از اینجا یک دو سه خونه میان پایین به این نقطه دوباره از اینجا یک خونه دو خونه سه خونه چهار خونه براست یکی دو تا سه تا هم پایین حالا اگه من اینا را به هم بست بکنم این شکل انتقال یافته اینه با بازار پس بازار انتقال برام میدن ما با بازار این شکلی رو از جای بازار دیگه بده حالا یه وقت ممکنه یه بازار انتقال اینجا برای ما رست بکنن مثلا یه بازار انتقال رست بکنن از اینجا تا اینجا حالا بازار با این بازار انتقال کرده را انتقال بده خب این بازار انتقال از نقطه شروع میاد اینجا برمیره بالا یک دو سه چهار خونه برات بودم بالا هر نقطه این من چهار تا برای برم برات بودم برم بالا این من برم یک دو سه چهار تا برات دوتا به بالا میاد اینجا این رو برم یک خونه دو خونه سه خونه چهار خونه برات دوتا به بالا میاد اینجا این رو یک دو سه چهار دوتا به بالا میاد اینجا برای این رو من به هم بس بکنم این شکل انتقال یافته اینه با این بازار خب این هم از محبوس بازار انتقال در سطحه خب حالا اجازه میدم یه سوال دیگه هم از بحث بازار انتقال بگویم و بریم سراغ کتاب بله اگر بگم این بار بازار به سطح شهرسنجی معیارهای مختصر به شما دارن بر معیارهای مختصر حس میکنن سفر را به صورت شرطبندی در میارن من هم شرطبندی شروع کنم اینجا به جای بخوام یک نسخه بدم شرطبندی دیوار یک دو سه چهار پنج تا هر چه که لازم دارید این وقتم دوباره یک منفی دوه منفی، سهه منفی، چهار منفی، پنج منفی تا و افقی، ام معیار افقی که روی معیار اساس یک مثبت، دوه مثبتی بالاست سهه مثبت، چهار مثبت، پنج مثبت، شش مثبت، هفت مثبت پایین هم یک منفی، دوه منفی، سهه منفی، چهار منفی، پنج منفی تا یه باید این معیارهای اصلی رو یکم پررنگتر در نظر میگیریم معمولا این هم همینطور پررنگتر که معلوم باشه اینا معیارهای اصلی هستن خب حالا اگر یه بازار انتقال رو به ما بدن مثلا فرض کنیم که از این نقطه یه بازار انتقال رسم بکنم تا به اینجا اسم نقطه شروع را من میبرم آ آیان میبرم بی خب مختصر نقطه آ چیست؟ مختصر نقطه آ چیه؟ خب من میخوام که جناب حاضری امیر رضا سلام آقا صدامون میاد؟ بله سلام امیر رضا خوبی؟
ممنون آقا، شما خوبین؟ ممنون، دستون درده کنه، دوست دارم، ممنون. خب، خوشحالیم که یه بار دیگه با شما ارتباط برقرار کردیم. امیر رضا، می‌تونیم با کسات نقطه آماده بگیم؟ آقا، دو تا پنج تا جوکی هست آقا. چون؟ آقا، دو تا پنج تا جوکی هست. سمت راست، سمت چپ، سمت راست بریم، دو تا پنج تا امپلو. نه، امیر رضا، نه. مختصات نقطه یا آقا. نگاه، زانوه بکنم اگر از این سمت شهرنجی میخوایی مختصات یه نقطه را پیدا بکنی میتونی رو مبدع بریستی بگی من میخوام برم با مبدع من اینجا بله تو بخیر بری با اقل را به راست بری یا به سمت چپ بری قرار تو قرار تو بگیر به سمت چپ آفرین چند رو بری به سمت چپ یه خون پس طولش میشه منفی یک یک حالا عرضش باید عرضی بیری کاری با چند تا بیری با چهار تا آقا میشه مثبت چهار پس میشه طولش منفی یک عرضش مثبت چهار عرضش مثبت چهار پس مختصات این را که میگیم بگیم ای مساوی را که روشه باست طولش منفی یک عرضش مثبت چهار یه باید بگیم 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 یادانه می کنم بگم ناقی آن اینجاست من آبس آرام کنم اگر سطح شکرنجیه برای یادن آبس ناقی برو مهدر هست نمیشه رو مهدر نمیشه رو مهدر بگو من می خواهم برم بگیم خب برای اینکه بگیم بگیم اول یا باید به سمت راست بگیم یا به سمت چپ خب من اگر به سمت راست برم برم برای به آن کنم بگیم که نه من اگر به سمت چپ بگیم چند رو بگیم سمت چپ یکی این دو گواهی برم بسید در آن رو توی میری بگیم بگیم یکی به چپ از همیشون یک دو سه چهار تا نباره پس مختصار بسید منفی یک به چهار هسته حالا نقطه بی رو ببینم نمی بزن آقا یه لحظه میشه بریم کنار؟ فهم تمام کنوشه را حالا کنم برم فهم آقا پنج تا به سمت راست میریم طولش میشه مثبت پنج حالا من به شما فکر کنم بس بردیم از این جنبه تا یکی یه خونه دو خونه دو خونه سه خونه چهار تا میشه چهار نقطه اینجا هست نه بله چهار تا به سمت راست میریم یه خونه دو خونه سه خونه چهار خونه حالا از این بالا چند تا بریم بالا دو تا آقا پس بنابراین چهار تا راست دو تا بالا دو تا بالا پنج ماست به چهار هم باز بده دو احسن میشه مختصات نقطه ای بید هر دوباره از اینجا دان یک دو سه چهار تا راست یکی دو تا به بالا هم چه ماست بده دو این مختصات نقطه ای بید حالا مختصات بالبال ای بیا پیدا بکنیم من یه بدم خب یه را که من یاد داده بکنم مختصات نقطه آماده از کنش بودیم از مبدا اما مختصات بودا کاری به مبدا نداریم از کجا رو از سر ای شروع کنیم از نقطه که بودا شروع شده آفرین بودا ما از می شروع شده ما به جای این خونه آدمان منظم داریم گفتی چیوری میریم منظم منظم توی خیلی حرکت میکنیم میریم سمت راست بعد مسیرمون رو اول میگیم تا بگیم برسیم خب چند تا من رفتم؟ پنج تا یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا به سمت راست تا کنشو مصطفه؟ پنج بعد چند تا منفی دو منفی دو منفی دو احسن، خیلی خوب بعد من رو درست دارم خب این هم مختصات نقطه هر دوره ما میتونیم مختصات یه نقطه یا دوره رو برای این سطح به دست بیاریم یه وقتی یا وقتی می کنم مختصات نقطه همیشه از مبدع بشماریم از مبدع مختصات از مبدع مختصات بشماریم خب بعد ببینید اول به سمت چپ بریم یا به سمت راست بعد بالا بریم یا پایین این بسیاری داره بعد مختصات بالا رو کاری به مبدع نداریم از نقطه شروع بردار
افقی را رکم می کنیم بعد عمودی حالا افقی به سمت راست می کنیم یا به چپ بعد بالا می کنیم یا کنیم تا اینجا ای کنیم و اما شما الان این چیزی که من به دست آورده من دقیقا شما کنیم اگر من طول این نقطه با طول این بارم جمع کنم یک منفی با پنج مثبت چی؟ میشه چهار مثبت آیا طولی نیست؟ اگر عرض این را با عرض این جمع کنم چی؟ چهار مثبت با دو منفی چی دو مثبت؟ پس اگر مختصر ابتدای دوباره بنابرای مختصات بردار انتقال بکنیم مختصات نقطه انتها به دست میاد این حتما که دارم یادداشت بکنیم که این فرموله را مختصات ابتدا مختصات ابتدا بنابرای مختصات بردار مساوی با مختصات انتها مختصات ابتدای دوران برنامه مختصات دوران کنی میشه مختصات انتها که اینو به شکلی کلب جردیم که اینجوری ابتدا نقطه آبه برنامه دوران میشه آبی و بعد انتها میشه نقطه بی حالا اینجا من اگه کروشه داخلن مختصات آرابی نیستن مختصات آرابی بود یک منفی به چهار مصبت بگوی بابر کنم بابر پنج مصبت به دور منفیه اینا رو با هم که جمع کنم بدون اینکه نیاز جمع اینا باشه که برای انتراش آرابیه بله که چه اتفاقی هم نفته تو با طول جمع میشه طول رو به دست میاد عرض این با عرض این جمع میشه عرض رو به دست میاد پس اگر دوتا مختصات به ما بدن گفتن جمعش بکن طول را با طول جمع میکنیم عرض را با عرض جمع میکنیم طول را با طول جمع میکنیم عرض را با عرض جمع میکنیم تا مختصات انتهای بودار دست میدن حالا من یه بودار اینجا میریم بس میکنم یه بودار از اینجا من شروع میکنم از اینجا یه بودار بس میکنم تا به اینجا یه بودار بس میکنم اسم بوداری من بودار MN حالا بسن برای بودار MN یه جمع بنویسیم برای بادار MN یک جمع بنویسیم من یک خط کنم جمع متناظر با بادار MN خب ببینم کی باید شما رو خط واسه کنم آره که یه انگلیزایی دیگه فارسی؟ ممنون احسن، امیر زخونی؟ خوبه ممنون خب، امیر زخونی در این بازار رو دو بریسیم میتونی بگی چی کار بکنیم؟ بله استاد، اول باید نقطه که ما هست و باید بردارشون رو به دست بیاریم مختصاتشون اول مختصات ام رو مختصات ام استاد، یه لحظه دوام بشمارم با استاد دو مثبت به دو مثبت بله مبلغ اینجاست که من میخوام برم به ام دو تا به راست میرم دو تا به راست میرم پس دو مثبت به دو مثبت حالا این رو این استاد یه لحظه استاد نقطه این آخر نوک فلشه اینجا بله خب یه لحظه چهار تا حالا چهار منفی صفر بس صفر بعد از اون نقطه روی طولها میشه عرض صفر نقطه که روی طولها قرار میگیره عرض صفر حالا بازار امن رو ببینید
همینشون شده. خب یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا شش منفی 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 دو منفی دو. حالا جمع متناقضش منو رو جمع متناقضش ام برابر ام ان ام ان برابر ام درسته؟ بله. از نظر عددی بگو من بنویسم. از نظر عددی خب ام استاد دو مثبت دو به مثبت دو چی؟ مثبت دو و مثبت دو برنامه ام این چیه؟ برنامه ام این هم که منفی شیش به منفی دو برنامه با ام این هم چیه؟ خب این همون منفی چهار با حالا چی میشه کنیم دو سی هم؟ میگیم دو مثبت با شیش منفی. آره استاد درسته. میشه منفی چهار شو که شیش بزرگتره امامایی هم میشه چهار. بعد میگم دو مثبت با دو منفی قرینن چیسه؟ قرینن چیسه؟ استاد یه سوالی اگه حالا استاد به ما فقط ام اینو بدن و اصلا خط کشی نشه فقط همین شماره رو بدن باید چی کار کنیم؟ خب باید یعنی منظورم اینه که اینو به ام منها کنیم یا امو به ان منها کنیم نگاه کن پس میدونیم چی رو میخواد اگر التهای خود را بخواد اقتدار و مختصات با هم جمع میکنیم اگر مختصات با هم جمع بخواد انتها منهای اقتدار میکنیم انتها به علاوه ابتدا منهای اقتدار منهای خب شما این یادداشت بده خیلی داره به مهم هم هستن اینها برای اینکه بستگی داره که چی از ما بخواد پس اگر ابتدا بخواد اگر ابتدا به علاوه مختصات بکنیم برابر با انتها میشه اگر انتها منهای ابتدا بکنیم مختصات به دست بیاد مختصات به دست بیاد با موجیک استاد با موجیک آبی بنویسه چون که قرمز اصلا معلوم نیست رابا من اینجوری بنویسم اگر ابتدای بردار بنابرای مختصات بردار کنیم انتها به دست اگر انتهای بالا منهای ابتدا بالا کنیم مختصات بالا درست میاد اینا هم الان رابطه شده دیگه خب دیگه چیه؟ اگر من ابتدا بالا چی؟ اگر انتهای بابا منهای مختصات بابا بکنیم مختصات ابتدا بکنیم ابتدای بابا بکنیم این ها روابط بین این ها این هستان دیگه خب این رو نوشتیم؟ آمی جوابش میشه ابتدای بردار دیگه درسته؟ کدومش؟ آخری آره مختصر به ابتدای بردار داشته بله که جواب کنی مستیم کافی باشیم استاد اگه میشه این سالی که در مورد همین چی که باید معادله رو شو حل میکردیم خیلی هم بچه ها مثل من گیج شده بودن اگه میشه دوباره توضیح بدیم چی رو؟ همین که نقطه مثلا بی برابر با مثلا ارزش مثلا ایکس منهای دو طولش دو ایکس برابر که روی محور طول هاست اینا اگه میشه یکم توضیح بدهید بچه هم خیلی میتونم بله بله من میخواست اتفاقا این چیز تو ذهنم مهم باز رو بگم که دیگه رو بگم
مثلا به من بگم دیگه نقطه آ مساوی با طول دار من شود و هر زمان مثلا دو سال برابر یک. این به من میده درسته؟ این با قصد این نقطه میگه این نقطه روی محور روی محور طول هاست روی محور عرض هاست نه روی محور عرض هاست روی محور عرض ها هست مقدار ای را به دست هم نگاه کن اگر به وقت میگه نقطی روی محور عرض هاست یه معنا داره یعنی عرضش صفر یعنی عرض صفر نه روی محور عرض هاست طول صفر امیر رضا مدافع این میره هست وقتی من بیان نقطه روی میره ارزا میره قرار میدم طول چیه؟ یعنی طول صفر طول صفر پس روی میره ارزا یعنی طول صفر رو محور طول رو محور طول یعنی ارزش داره چیزی ارتفاعی نداره خب تموم شدن وقتی سعاد داره دیگه نقطه آر روی میره ارزا قرار داره طول این نقطه صفر باشه اینجا صفر نیست باید صفر باشه و در چه صورت صفر میشه که ما کل اینو به برابر صفر قرار بدیم این بشه صفر دیگه پس وقت میشه چی میشه دو آر منار چهار مساوی با صفر حالا شد یه معادله خود معادله حالا شد معادله حالا شد معادله معادله هم میکنیم دعا مصابیه بر چهار میده و بر منفی چهار میده شهر حالا آره به دست بریم از این معلوم تقسیم از داری مجرور آشو این تا الان اگه آره دو قرار بدید طولی سه بیشه بر ادامه کنو چو سا؟ مگه من دو آره دو آره دو بر به دامی آره دو بر ادامه چی میشه؟ خب دو رو اگه ضرب در دو بکنیم میشه چهار چهار هم منهای چهار سه میشه سه بعدش هم حالا سه هم ضرب در دو بکنیم شیش شیش بلا به یک هفت حالا ناقص هفت و صفر بگه هفت و صفر استاد یه لحظه استاد وقتی میگیم چی صفر یعنی چی آره میشه آره نمی سمت راست میشه دیگه روی مرز راست هم سه بلا اول دو طول صفر هم هم یک دو سه چهار پنج شیش اینجا قرار میگیم حالا این اون رو نگاه از هست که بله همون شد همین پس اینجا نقطه مهمی که دقیق کنیم نقطه کجا هم به قرار داره اگر نقطه روی نبر عرض هاست تو بعد طولش رو برابر صفر قرار بدی اگر روی نبر طول هاست عرض برابر صفر قرار بدی دقیق کنیم چی شد؟ بله اینکه باید که سوال دقیق میفهمی اینا سخت نیست حالا یه سوالی که من شدیه رو میگه نیستم مثلا در اون میگه نقطه تو دفتر یادی اون داره تمام میشه آه طولش آه منای دو عرضش آه بلاقه پنج میگه روی محور طول ها است مقدار آ را به دست آمده ما چکارم؟ خب اصلا گفته محور طول هاست پس یعنی عرضی صفر بچه بکنم این بیه منار پنج رو برابر با بیه منار پنج رو برابر صفر رو بیه صد با مگه آها میگه اون تو بالای ای نیست من تو روی مهدر طول هست بعد روی مهدر طول هست بس عرض صفر میگه پر بگه به نامی پنج بعد برای صفر برای مادر هم میگه پنج رو برشت میگه نامی پنج ای میشه من حالا به جای ای ما اگه عدد بذاری این منفی پنج بذاری با منفی میشه منفی هم اینه منطقه با مصطفه هم چی صفر؟ قرینه صفر
درسته؟ خب، برای ما باید دیگر از اینها تا یه چیزی دیگر من از مختصات بتونه بگم، بعد اینها هم بگیم. یه موردی که من میخوام اینجا اشاره بکنم اینه که برای مختصات دوباره به خاطر میارید. اگر، به قطعه هم جالب این دیگه، اگر شما نیمساز نواحیه اول به سوم رأس کنیم طول به عرض نقاط روی اون با هم برابر می شدن. یعنی اگر من این نیمساز رو رأس کنم این نیمساز نواحیه اول اجازه می دهم تا به نواحیه سوم این نیمساز نواحیه اول به سوم تا وقتی یک نقطه اینجا انتخاب کنید طولش هرچی باشه عرض هم آنقدر همین؟ یعنی اگر پولیس بزن اینجا دو باشه این هم دویم اگر من یه نقطه اینجا انتخاب کنم طول من بشه عرض پنج ارزان هم چه پنج؟ پنج اگر من یه نقطه اینجا انتخاب کنم طولش بشه من دویم ارزان شده من دویم پس نقطه که روی مرور طول نیسان و ناری اول استفان قرار میگیره طول بلند با هم مساویه این یادش بینا به این معنی ها بنویسید اینجوری بنویسید اگر نقطه روی نیمساز ناحیه اول به سوم قرار گیرد چی افتاد نفهمیدم اگر نقطه روی نیمساز ناحیه اول به سوم قرار گیرد توم و ارزان با هم برابرند نوشتی؟ بله من نوشت یکی دیگه، سرسر اگر نقطه روی نیمساز ناحیه دوم و چهارم باشد نیمساز ناحیه دوم و چهارم این اگر تو اینه این آقای دوم این آقای چهارم اگر نقطه روی نیمساز ناحیه دوم و چهارم قرار گیرد نمیشین؟ بله طول و عرض قرینه هم هستند طول و عرض قرینه هم هستند ما فهمیدم شد در واقع مثلا یه نقطه اینجا برای علی رضا میدم اینجا طول آن مثلا میشه منفی دو ارزان طولش اینطوریه دیگه ارزان حتما میشه مصر دو و این هم قرنی هم نگه سنفل عرض شد حالا اگر من یه نقطه اینجا بگیرم طول آن بشه پنج ارزان بشه منفی پنج فهمیدید؟ بله خب و اما آخرین مطلب این هم بنویسید این رو یادش بکنید بنام آخرین مطلب بحث مختصر بنویس قرینه یک نقطه نسبت به مقدار طولها قرینه یک نقطه نسبت به مقدار طولها قرینه یک نقطه نسبت به مقدار طولها طول تغییر نمی کند عرض قرینه می شود قرینه یک نقطه نسبت به مقدار طولها طول تغییر نمی کند عرض قرینه می شود حالا اگه می خواهیم بفهمیم من چی رو گفتم این دیگه دقت بفرمایید مثلا یه نقطه اینجا به شما میدم به نام نقطه ها مختصات نقطه ها چیه بچه ها چند قسمت دوستم؟ اینجا بگی آی بس یک مصبت دو سه چهار پنج مصبت پنج ارز هم من از اونجا برم به سمت دوره ارزتی این باش بالتر تا بگیم آه
اینجا یک دو مثبت دو مثبت دو این نقطه ها حالا بگم که قرآنی نقطه ها نسبت به الکترون ها بدارو من این یک اتماعیه اگه قرآنی نقطه ها دارم الکترون ها رو قد باسم داره ما این قرآن داریم مایی الان این قرآنی رو باید درسته؟ کنیدی که به فاصله مساوی دیگه من این فاصله به مساویه در تقریه این فاصله جو کنیده حالا مختصافی نقطه چیه؟ یک دو سه چهار پنج مثبت اما از آن یک دو منفی حالا بگیم که نقطه مداخلی میشه پول تغییر نکرده اما دوی مصبتش رو داره جمعه رو نوشتی چی بود؟ تغییره نسبت به نوشته تو بود حالا؟ طول تغییر نمی کند، عرض بری نمیشه عرض بری نمیشه دوی مصبتش رو داره پس تغییره نسبت به نوشته تو بود حالا طول تغییر نمی کند، عرض بری حالا نسبت به نگاه ارزها چی؟ لازم نسبت به نگاه ارزها مثلا من یه نقطه اینجا دارم ببین نقطه اینجا دارم مختصر این نقطه را بگیم اینو چیه؟ چیه مختصر را چی؟ یک دو مثبت دو مثبت دو ارزش مصبت چهار نه، یه، دو، سه آه، سه تو مصبت حالا اگه من کلیه این نقطه را بخوام چی شد من رنگش خوب پیدا نیست مصبت دو با مصبت سه اگر من کلیه این نقطه را نسبت به نقطه ارزها نقطه ارزها من نمیده خب میگم این نقطه را به ارزه را فاصل داره من همین قد فاصله میگیرم میگم اونوریم الان این نقطه قرینه اینه مختصفی دو دارم یک دو منفی از آن یک دو سه خواهی دارم مقایسه کنیم قرینه نسبت به نگر از ها از همه نمی تو قرینه میشه این هم یادش کردیم؟ انا آساد یادش کنیم یادش کنیم طریقه نسبت به مقدار ارزها طول قرینه می شود ولی ارز تغییر نمی کند و آخرین مطلب دیگه من این نشینه میگم فقط میگم بنویسید قرینه یکی دیگه سر سر بیمسینا قرینه نسبت به مبدأ مختصر قرینه نسبت به مبدأ مختصر نمیشتیم؟ هم طول قرینه میشود هم عرض قرینه نسبت به چی اقصاد مختصر؟ قرینه یک نقطه نسبت به مبدأ مختصر هم طول قرینه می شود هم عرض قرینه یک نقطه نسبت به مبدأ مختصر قرینه یک نقطه نسبت به مبدأ مختصر هم طول قرینه می شود هم عرض حالا این هم مثال بزنم یعنی به خاطر می رزن. نمیدونم باز خواهم مثال میتونم خب بدم مثال میتونم مواده خیلی ساده اشکال ندارم این ندارم خب آقا بای امیره برای ما دیدیم یه برام این ندارم نشه نشه من نیست خب صحبت این امیره دارم اگر یه نقطه اینگه داشته باشی مثلا فرض کنم یه نقطه من اینگه برای در بیرم مختصان این نقطه رو بگو مختصان
نسبت این نقطه استاد دو تا به راست که میشه نسبت دو یکی هم رو باید حالا قلیت نسبت مرده مختصر میخوام خب نسبت مرده مختصر اینجوری که فاصله این نقطه را تا مرده اندازه دیگه قلیه بینید حالا یه همی قلیه را هم دارید یا اینجوری درسته تبقیه تو نقاط کرده بنامی درسته ما اعتبار برای مزارش نقدش خواهی اگر نداره پر بنابرای کلیمه نسبت به خب من تحصیل نمی میرم اشکال نداره تو دارت چه؟ مسئله نبود آقا تحصیل این چشکه داشت نت یه لبه وای فایمون پرید ایم نداره اشکال نداره وقتی من میگم کلیمه نسبت به نقدن میگیم اون نقطه نقدن این قد فاصل داریم این قد بدنون داریم این نقطه به دست میاد حالا نقطه اصلاف این نقطه چیه؟ دو تا چرخ منفی دو یکی دو پایین چه منفیه نگاه تون قریبه شد ارزم قریبه شد حالا به من بگی کمینه یه سوال من میزن در بنابرای همین کمینه آقا صاحبیه با منفیه بند و مصدیه نسبت به مبدع مختصر چیه؟ کلمه این نقطه نسبت به مبدع مختصر چیه؟ اجازه می کنم میکروفون جناب اسلامپور رو باز کنم اسلامپور اسلامپور نه امیر رضا نه بس که بده این بیان پاسخ بده امیر رضا بزنید به در پاسخ شکر کنم بکر است اسلامپور خب اسلامپور نمیاد به خرد ما جناب باسمی چی؟ امیر حسین امیر حسین آقا بله سلام یاد آه صدا خوب در 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 آقا خوبی ممنون شما شکنی خوبی شما آقا ممنون اصلا دست در 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 امیر حسین آقا بله خب آقا خوبی یک کلمه نقطه آن استاد مرد و مختصر چی میشه؟ قرینه نقطه آ آقا این رو میشه تا رو او جمعی آقایی که نوشتی با خودش آ قرینه یک نقطه نسبت به مبدا مقتصاد هم پول قرینه می شود و هم عرض قرینه می شود شو دیگه طول عرض نگه نمی بینی بگو دیگه پاسه چه بده آقایی آقا میشه مثبت پنج پول منفی یک عرض آفرین برای که در دستمون شد حالا اینجا کلیمه امیر حسین کلیمه آم صحابیه ما منفی هفت و مصد یک نسبت به مقدار طول ها پاسخ میگو؟ آقا پول تغییری نمی کنه ولی عرض قرینه می شه آقایی باید که نسبت به طول ها خود آقا منفی عرض می مونه مرد آقایی عرض می شه منفیه یه آقایی باید که خیلی خوب کاملا برسه اصلا خیلی خوب قرینه رو یاد برسه یعنی اگه یه وقتی یاد بره اون مقابلی که من گفتم بخونی فوری یاد رو میاد خب این از الان دو بتاره شده خب بسیار خوب ممنون دست در میدونم خدا حافظ شما حالا که نواد بچه راست کنید تا این فرصتی کتاب نگاه کنید میان چیه من میخواستم این درسه این قد مقابلش زیاده این کتاب که همش نیست من خواستم که اینا رو بگم برای آینده به لایتون میخوره خب تا سبه چند درسه کردیم بچه ها
تا صفحه 34 بررسی کردیم، درسته؟ صفحه 35 کتابتون باز بکنید. صفحه 35 نیما سپیده هم نیما آقا صده ما داری؟ نیما بله صدات داری آقا جان. صفحه 35 میتونی بخونی برامون؟ بله. سوالی در شکل مخابل کمی بلندتر میکروفون نزدیکتر بگیر. سوالی در شکل مخابل حرکت از نقطه A به B با بردار آبی نشان داده شده است. خب بخون. آقا الان یه خط انگولی چیمت نقطه آ رو بینده بشه به نقطه بی هم الان باید دو تا بریم بالا چهار تا برم به سمت را کاملا درست میگی. دو تا براست چهار تا براست دو تا براست همین رسیم چیزه بنابه چکی دو نیما بله. برای نیما یه شکلی به ما داده داشت اینجوریه، یه چند تا شرطبندیه، بعد اومده یه بارداری رو بست کرده داشت از اون گوشه بانک سبه خرده دیگه یک دو سه تا من اضافه دارم از اینجا بست کرده یک دو سه چهار اینجا اینجوری بست کرده که بارداری هست که هست آبی. خب اگر نیما میخواد مختصات بارداری را به دستیاری کنه که مبدی مختصات نداره از نقطه شروع بارداری شروع بارداری اینجا احل افقی عدد میکنه تا میاد اینجا این مقداری که به سمت راست میده میشه طول انتقال بعد از اینجا بارداری میده میشه عرض انتقال خواهی که چهار را به راست رفت میشه مصد چهار دوباره بارداری میشه مصد دو پس می‌نویسیم باردار آبی علامت باردار باباش مساوی می‌ذاریم حالا یک کروشه با می‌کنیم عدد مربوط به طول یک دو سه چهار را می‌ذاریم بالا دو را می‌ذاریم پایین میشه چهار مثبت دوی مثبت کاملا نیما درست بود. ادامه بدیم اگر بتوانیم فقط افقی یا عمودی حرکت کنیم قرار میگذاریم که میشه ابتدا افقی و سپس عمودی حرکت میکنیم. خب یه لحظه بگذاریم امیر رضا چیز نیما چرا بتوانیم قرار میذاریم اول افقی حرکت کنیم؟ گفته قرار میگذاریم که همیشه ابتدا افقی حرکت کنیم. چرا میگه اول افقی؟ اما خاطر مثبت یا مختصر؟ نه نیما به خاطری که مسیر افقی مسیر چیه؟ طوله مسیر طوله به مارکن به آفت اول در کرشو طوله بذاریم نکن؟ قرار میداریم اول افقی حرکت کنیم یک بعد افقی حرکت کنیم میشمولیم یک دو سه تا این چهار تا بزنم یه اینجا میزنیم به یک ما عمودی حرکت کنیم اول میریم دو تا رو بالا پایین میام اینجا میزنیم این خراب میشه چون افقی طوله قرار میداریم که اول افقی حرکت کنیم چون طول بالاست عرض پایینه علت اینه. خب بخون مسیر حرکت از آ تا بی را نشان دهید در مورد این مسیر حرکت آ تا بی که من نشون بده شما نشون بدید. حالا ادامه بدید آ خط آ بی میشه منفی 3 و منفی و 2 منفی 3 و 2 آفرین باریکلا کنار خط آ بی کروشه بکشین بالا یا پایینش چه بالا چه پایینش فرق نمی کنه یک کروشه بکشید طولش بذارید منفی 3 عرضش 2 بعدش برو بعدیش 3 و منفی 3 آفرین خیلی عالیه ولی کرد
کافیه، خیلی خوب. بذارید بقیه امتحان ببینیم بچه‌ها فهمیدن یا نه. خیلی خوب بوده. جناب چیزی بخونید. خب این بار مهدی جعفری رو ما صدا می‌زنیم. مهدی، مهدی مهدی چیزی از صدایی نمیاد. علی اقتداری، علی آقا سلام. سلام علی آقا، شما بعدی رو سوامیش. بله آقا، منفی چهار. آقا منفی دو. باری کلا خوب بود، احسن، بسیار بود. از نقطه شروع ما اول به سمت چپ میریم، چهار خونه میریم. آقا بله، چون به سمت چپ رفته منفی سه میشه. شما نمازه تو کتابی که حتما مسیریابی بکنین ها. بله آقا مسیریابی که اونه که مسیریابی آقا کشیدیم. آقا مسیریابی کشیدیم، آقا مسیریابی که که مسیریابی نیمی کنن دیگم این کار تو کتاب رو انجام بدیم. اول مسیریابی کنیم بعدن بگیم. آقا منظورم اینه الان رو بابایی که جناب اون بازاری رو الان جناب اقتداری من بکنم، من رسیش بکنم این جناب رو او سهانیه اول مسیریابی رو بگیم، حتما این کار انجام بگیم. بله مسیریابی برای سهانی، سهانی رو که رس کرده این طوریه، از یه نقطه که شروع کرده از این طور یک دو سه چهار تا چهار بگاه تا این طوریه این باید برای که هست که اون احد شما مسیریابی رو کنید. مسیریابی این شکلیه که از نقطه شروعش اول افقی حرکت کنید. خب من اگه میخوام از جا خود حرکت کنم حتما اون باید بگیرم باید بخواد چطور بکنم از این برمیان به سمت چپ تا اینجا اینجا کنم مسیر رو عوض میکنم. آره یک دو سه چهار تا چپ چه منفیه چهار دو تا رو پایین پایینم چه منفیه چهار و منفیه تو کاملا درست بودم بعدش به اون کنون میاد. آقا ولی خط صافه آقا، پس عرضش میشه صفر. بعدش از نقطه این شروع کرده سی تا به سمت چپ اومده. اگه به مسیریابی شدی اول اگه مسیریابی شدی مسیریابی میشه هم اینجوری فقط با خود یه بودی بالا پایی نشد. بعد مختصر چی بود؟ آقا مختصرش آقا میشه منفی سه صفر و صفر. آفرین برای جلد آقا آخری آقا میشه آقا طولش آقا میشه صفر آقا چون که طولی نداره و آقا عرضش میشه منفی چهار. آقا حسن نصف چهار رو بایی؟ آقا رو بایی هم شو بس بده؟ بسیار من خود سآل رو ما همزمان عرش کردیم دیگه. سآل یه بکنی مسیریابی دیگه سآل رو بکنی مختصر دیگه. شما الان من مسیریابی کردیم هم مختصر نمیشید دیگه تمام. بله خب ممنون، خدا نگرده دیگه. خب و اما کار کلاس بعدی، کار کلاس بعدی رو اجازه بیتم افتخاری بکنه پویا. سلام استاد. سلام کار در کلاس طول جغرافیایی هر نقطه با نصف لاری که از آن میگذرد و عرض جغرافیایی آن نقطه با مدار مربوطه آن مشخص میشود. در نقشه مقابل با توجه مدارهای یا اون خطهای افقی به مدار مبدا یا اون خط استوا و نصف لارها یا خطهای عمودی و نصف لار مبدا یا گرینویچ به سوال زیر پاسخ دهید. یک، مختصات شهرهای زیر را به طور تقریبی بنویسید. قاهره استاد تهران بالای نقشه بالا. بالای نقشه بله نقشه یعنی مثبت 31 به مثبت 33. اون قاهره رو پیدا کردن داره که اینجا نقشه هست داره این گوشه نقشه نگاه کنید قاهره رو پیدا کنید کشور مصر بالا توش قاهره اینجا
حالا شما از اینجا اگه ما بریم بیم پایین از این قاهره بریم بیم پایین این برای خط سی و چنده؟ سی و یک از سی رد میشه سی و یک قبوله سی و یک سی و دو هر چی دیگه بهش کار نداره عرضشو بگو عرضش نمیشه سی و سه سی و تقریبی نمیره بله خوبه خیلی خوبه اینجا نگاه حالا سی و سه تو بگی یا من بگم سی و دو اشکال نداره یه تقریبی دیگه یه چون تقریب اشکال نداره خیلی خوب بود کاملا درسته پس سی و یک و سی و سه دارالسلام میتونی بگی؟ دارالسلام دارالسلام اینجا نقشه هست بچه ها خیلیداش بگید اینجا اینجا اصلا پایین تقریبا پایین نقشه این من قبل که موضوع نشون میدم برای تو میبینید انگشت من یا نه یه قسم خالی سفیده هست اینجا بگید داخل اینجا دارالسلام نوشته تو کشور تانزانیا تانزانیا تقریبیش طولش مثبت 37 37 از 35 رد میشه دیگه درسته خیلی خوبه عرضش منفی 7 منفی 7 کاملا درسته دیگه بله خیلی خوب عرض زیره بالای نقشه عرض زیره بالای نقشه قرار میگه تو کشور عرض زیره میدار کنی عرض زیره این عرض زیره عرض زیره اینجاست بالا بالا خب میشه طولش میشه مثبت 2 مثبت 2 تقریبا عرضش 37 هفت خیلی خوبه کاملا درسته احسن دست در نه بذار یک دیگه سال یک دیگه سال خوب بود خیلی خوب بود خب ما داوطلب که نداریم چرا داوطلبمون کمه امیرحسین پولادی امیرحسین امیر حسین خب صدای امیر حسین ما نداریم خب اجازه بده یکی دیگه را صدا بزنیم پارسا شکاری پارسا پارسا صدا میاد؟ بله بله صدا دارم سوال بعدی را بکن آقا سوال چندم؟ سوال دوم اگر یک هواپیما پیدا نکردی صفحه 35 سوال دو خب بده من بخونم اگر یک هواپیما از خارتوم به رواندا در مسیر تقریبا مستقیم حرکت کند این هواپیما حرکت این هواپیما را به صورت تقریبی با یه بردار نشون بدید خب شما رواندا را پیدا بکنید اول خارتوم پیدا کنید رواندا را به اینجا تقریبا کجا بودش خارتوم خارتوم اینجاست تو نقشه که پیدا کنید اینجا هست نوشته سودان یا زیرش نوشته خارتوم لوندای پایین اینجاست اینجا نقشه هست اینجا نگاه کن اینجا لوندا است اینجا کنار نصف نهار گرینویچ هست که میشه منفی ده اگه مستقی به سمت را به لوندا میکنید حالا خطکش بذار اینو به این بحث بکن خطکش بذار بهش بحثش بکن مسیر حرکت هواپیما رو تعیین کردی بعد از بقا اینجا از خارتوم به سمت این خط میگی تا اینجا تا اینجا اینجوری خط اینجوری میشه حالا اینجا مختصات رو نبیم خب مختصاتش بخواییم رواندا میگیم که 5-10-15 تقریبا 17 فکر کنن منفی 17 میشه طولش
همینطوری من داره باید چکش بکنم برای خط درسته تقریبا من دیده میشه از آن 5, 10, 15, 20 تقریبا 18, 19 هر چی بزنه اشکال نداره عرضشه 1, 2, 3, 4, 5, 20 دوست بذارید اینجوری بهتره بعد طولش میشه منفی 15 از آن منفی 24 تقریبا هستش خب سال بعدی از رباط با لاغوس و با بردر رس میکنید خودتون رباط پیدا کنید لاغوس پیدا بکنید رباطی بالای نقشه هست اینجا لاغوس هم بذارتون نقشه پیدا بکنید لاغوس هم اینجاست شما الان از اینجا به اینجا رس کنید چون بردرش اینجوری از این بالا میاد به سمت پایین خب سطح بعدی تمرین تو دفتر بنویسیدش اما سطحی سبنت سطحی سبنت هفت خب سطحی سبنت رو اجازه بتا من یک دیگر بچه ها را بخوام پارسا سطحی سبنت رو بخون شکاری پاسا استاد صدا میاد آقای وز قد شد صدا برام خیلی خوب آدم صحبت بکنید خوبه آقا سوال یک مسیر رفتن از نقطه A به B را به صورت زیر بیان کنید بله آقا اولش سه واحد در جهت مثبت محور X ها و یک واحد در جهت مثبت محور وای ها آفرین وای کلا این گفته پارسا را تو کتاب رو بنویسین به فارسی بنویسین ها با علامت به علامت این ها نزنید مثبت منفی بذارید پس جاهایی اول میشه سه واحد در جهت مثبت کلمه مثبت بنویسین به فارسی سه واحد در جهت مثبت محور ایکس ها و یک واحد در جهت مثبت محور بالا یعنی چی؟ یعنی سه تا برای که به بالا بیده درست در این داره پارسا؟ بله خب ادامه ده آقا بعد میگه مختصات بردار ای بی را به نفسه آقا میشه مثبت سه به مثبت یک خیلی خوب باریکلا ادامه ده با همین بردار نقطه سی را به نقطه آقای چیه؟ سپرین سپرین منتقل کنیم مختصات بردار سی سپرین را مشخص کنیم آقا میشه مثبت سه به مثبت یک مثبت سه با مثبت یک کاملا درسته الان این دو بردارهایی که بیگه میبینید جناب شکاری سه ویژگی داره همجهت هستن هم راستا هستن هم جهت هستن هم اندازه هم هستن هست برای مساوی بود بله بوداره بوداره مساوی ما دست قبلی بود بله هم راستا هم جهت و هم اندازه هم اندازه باشن الان اداره دارم آقا سؤال دو هر یک از شکل‌های زیر را با بردار A منتقل کنید خب یه بردار A داره یه نقطه به نام A رو پایین گذاشته میبینیش؟ بله خب میخوام این رو انتقال کنیم بعد چه کار کنیم؟ خب بردار A میگه چه کار بکن؟ نمیتونی چی میخواد؟ نه ببینید آقا جان بگو تو من یه بارداری برای اینجا کشیده به نام این بارداری که کشیده اینجا بیشیده ببین من بکشیدش یه بارداری به نام بارداری رو که میبینید درسته؟ اومده با این یه نقطه سیارن گذاشته میگه این نقطه رو با این بارداری انتقال بده آقا بس سه واحد
به سمت راست و یه بادم به سمت بالا بریم. تو این نقطه که به انتقال بودی هست که برای براست یه دو سه یکی رو بالا میتونه زدیه نقطه برای آخری الان این نقطه انتقال یافته بعدیش یه معارفه هر داری پاسه میبینیش؟ بله آقا یه معارفه هر اینجا برای کشیده بنام معارفه هر چی؟ سی دی باید این معرفت سی دی باید بالا انتقال بدیم. آقا یه نقطه دست میکنیم سه واحد به سمت راست و دو واحد به سمت پایین بکنیم. اول سی ببریم یه واحد دو واحد سه واحد به راست یکی به بالا میدیم اسمی نمیداریم سی پرین. حالا دیگه هم ببریم یه واحد دو واحد سه واحد به سمت راست یکی به بالا میدیم دی پرین. این رو به این عرض میکنیم الان این خط انتقال یافته متوجه شدی؟ بله. حالا شده بعدی یه مثلث بوده مثلثه را انتقال بدیم بچه رو بگیم پاسا آقا باید سه واحد به سمت راست بدیم و یه بایدم به سمت بالا تا اون شده هم بیدید خیلی هم ساله یه مثلث به این مارد سهتن مثلث ها این باید بکشمش مثلث اینجوریه یا اینجا اومده بعد اومده اینجا بعد اومده اینجا رست هاش اینجا بکشه جی اینجا ای اف حالا هر رست چه جدا جدا میداریم اول به رست هم نمیدارم مطابقه و بارده هست تا رست که بارده یک دو سه یک به بالا میبریم اینجا هستی که داریم جی کنیم حالا این رو ببریم یک دو سه تا برم یکی به بالا اسمان میداریم اف کنیم یکی رو یک دو سه تا برم یکی به بالا اسمان میداریم ای کنیم حالا این رو دارم درست کنیم این مسئله هست میشه انتقال یافته این مسئله سر داریم شکل بعدی نیم دایره یه نیم دایره ما در دو قطعه این انتقال داره یه هم که باید میگه درسته؟ خب شکل من که میگه نه پس این سر من بکشنش درست در که سر که اینش کنید باشه این سه خونه از دار اینجوری اینجوری درسته؟ خب این شما مرکزی رو پیدا کنیم مرکز نمیخواد اول این نقطه این نقطه و این نقطه یک دو سه تا برس این هم نمیخواد یک دو سه تا برس یکی به بارم یا اینجا اینو یک دو سه تا برس یکی یا بارم این بارش هم نمیتونی که چسبیده نچسبیده ظاهرن نچسبیده این نچسبیده حالا شما از اینجا به این مرکز به این اندازه یه داره در اصلا چه انتقالش خب ممنون دست درد کنه جناب شکاری خوبه خوب بود جناب شکاری سوال شماره سه یوسف امینی یوسف یوسف فریدی شما فریدی آره آقا صدا میاد؟ بله صدا دارم آره سوال سه را بکن تا سوال قبل شده همین دیدی من میفهمی اگه میخواد چه اتفاقی بیفته کجا رفتی عارف خب عارف نیست
گندم ریزی شما. گندم ریزی. خب دوباره آره. ملاهی علی اصغر مهران شما سبحان سبحان خواهیان که صدا نداره سید حسین امیری سید حسین سید حسین هم صدای ما صدا را نداره علیرضا بناتی علیرضا سوال سه گفته که در محور مختصات زیر مثلث ABC را با بردار A انتقال دهید خب بردار A سه تا به چپ یکی به پایین این سوال را خیلی حال بکنم دیگه تمام بکنیم بعد مقرهای مختصات ما داده بعد اومده این را شرط بندی کرده برامون خطای نازلی کمرنگ یه مثلثی به نام مثلث ABC به ما داره شما مثلث ABC را در شکل ببینید نقطه C یک دو سه چهار تا یک دو سه چهار تا این برده C اینجاست نقطه B اینجاست اشتاه هم دو تا یک سی بسه دیم اینجا نیست سی اول یک دو سه و نسی یک دو سه تا این نسی اینجاست نقطه بعدی اومده یکی و نسی اینجا رفته بالا یک دو تا بالا رفته بی اینجاست بعد نقطه ای هم اینجا قرار داره اینا را که برم برد کرده مثلث ای بیسی شده حالا یه بردار انتقال برای من کشیده به نام بردار انتقال A بردار A دیگه که سه تا به چپ یکی به پایین حالا من این نقطه رو اول میدارم یک دو سه تا به چپ یکی به پایین در اینجا S این A دیگه رو میبرم A کنیم از اینجا یک دو سه تا برد میان به چپ از اینجا تا یک دو سه رو هم دارم به بردار نصف میبرم یکی جمع پایی توی وسطی قرار میگیره اینجا یه دو ستا بسر این قرار میگیره و این میشه سفری اینجا میاد میشه بکنیم همین قرار میگیره حالا این را با هم بحث میکنیم مسلط درست میگیره یعنی نقطه بکنیم که اتفاق پیدا کنیم روی آقا آقا میگیره این
اشکال نداره. حالا این مختصات این نقطه را بگو. آن اینجاست. دوباره برای یکی ببارد. دو یک. نقطه یکی پنج و دو. نقطه سی سه و نیم و سه. مختصات این نقطه را است. حالا بعدیش گفته مختصات آخری، آخرین آن اینجاست، منفی یک بسه بیترین اومده اینجا قرار گرفته، طولش نیم از منفی یک، طولش نیم از منفی یک و نقطه بعدی هم این سیبرین ها، من سیبرین داشتم. اما بیترین مختصاتش اینجاست، اینجا اومده دیگه. دو تا براست، یکی به بالا، بسه دیگه. این هم مختصات این نقاط مربوط این تمرین. حالا اگه مختصات بردار ای رو می‌بنویسید، مختصات بردار ای یه طول سه منفی از یک مثبت. شما الان مراقب اگه این دو مثبت دو مثبت به یک منفی رو با این جمع کنی این برست میاد، یعنی طول این دو یک با طول این که منفی سه جمع کنی طول این برست میاد. از این یک مثبت با یک منفی، یک مثبت یک منفی، یک مثبت با یک منفی جمع کنی برست میاد. دوباره اگر طول این با طولی جمع کنید طولی این برست می دارد. پنج مصبت با سه منفی میشه دو مصبت، دو مصبت با یک منفی میشه یک مصبت و سه منفی با عدد منفی سه جمع کنید میشه نیم، سه جمع با منفی جمع کنید میشه منفی یک. اینو به آخری گفت دیگه چی؟ چرا دیگه طول بین درست‌های مثلث قبل و بعد از انتقال وجود دارد؟ میگیم که مختصات تمام این نقطه ها با بردار انتقال جمع شده تا مختصات نقطه انتقال درست بیاد. مختصات این نقطه ها با بردار انتقال جمع میشه تا اینا رو درست بیاد دیگه. اون نقطه های اولی بودن با این بردار جمع میشه اینا رو درست میاد. خب سوال چهار رو دیگه خودم زحمت بکشید حلش بکنید. فقط مختصر بردار رو خواستی بنویسید، اقدام انتهاش رو دیگه خودتون راحت میتونید بنویسید، چیز خاصی هم نداره. یه کار در کلاس صفحه 108 دیدین انجام میدید به علاوه تمرین صفحه 102. جلسه آینده سه‌شنبه فصل 9 رو درس میگیم. یه قرار فصل 9 رو درس ما شروع کنیم که دیگه اشاره هفته آینده کتاب کنم تموم بشه. خب دیگه وقت چندانی نداره، من حضور غیاب رو نکردم، فقط اجازه بدید من یه حضور غیابی بکنم و خسته نباشید بهتون بگم.